داشت دفتر خود را نمور کرد، ذهنش ز روزه های مجسم عبور کرد، در خود تمام مرثیه ها را مرور کرد، شاعر بساط سینه زدن را که جور کرد، احساس کرد از همه عالم جدا شده است، در بیتهاش مجلس ماتم به پا شده است، در اوج روزه خوب دلش را که غم گرفت، وقتی که میز و دفتر و خودکار دم گرفت، وقتش رسیده بود به دستش قلم گرفت، مثل همیشه رخصتی از محتشم گرفت، باز این چه شورش است که در جان واژه هاست، شاعر شکست خورده طوفان واژه هاست، می رفت سمت روزه یک شاه کم سپاه، آینه ای ز فرط آتش می کشید آه، انبوه ابر نیزه و شمشیر بود و ما، شاعر رسیده بود به گودال قتلگاه، فریاد زد که چشم مرا پر ستاره کن، مادر بیا به حال حسینت نظاره کن، بی اختیار شد قلمش را رها گذاشت، دستی ز غیب قافیه را کربلا گذاشت، یک بیت بعد واژه لب تشنه را گذاشت، تن را جدا گذاشت و سر را جدا گذاشت، حس کرد پا به پاش جهان گریه می کند، دارد غروب فرش چیان گریه می کند، با این زبان چگونه بگویم چه ها کشید، بر روی خاک و خون بدنی را رها کشید، او را چنان فنای خدا بیریا کشید، بر پیکرش به جای کفن بوریا کشید، در خون کشید قافیه ها را حروف را، از بس که گریه کرد تمام لحوف را، اما در اوج روزه کم آورد و رنگ باخت، بالا گرفت کار و سپس آسمان گداخت، این بند را جدای همه روی نیزه ها گذاشت، خورشید سربریده غروبی نمی شناخت، بر اوج نیزه گرم طلوعی دوباره بود، او کهکشان روشن 17 ستاره بود، حسین رفت تا منزل اشراف، تا نیمه روز راه رفتند، در آن هنگام یک تن از یاران تکبیر گفت، حسین گفت الله اکبر، برای چه تکبیر میگویی؟ گفت درختهای خرما میبینم، گروهی از اصحاب گفتند به خدا سوگند که در اینجا ما هرگز نخل ندیده ایم، حسین گفت چه میپندارید؟ آن چیست؟ گفتند گمان داریم گوش اسبان است، حسین گفت من هم چنین ببینم، آنگاه پرسید در این زمین پناهگاهی هست که آن را در پس پشت قرار دهیم و با این از یک جانب روبرو شویم؟ گفتند آری، در این جانب زوحسم است و آن کوهی است از سوی چپ، روی به آنجا بگردانید، ما هم به سوی چپ روانه شدیم، بندک مدتی گردن اسوان نمایان گشت و ما تشخیص دادیم، چون دیدند ما را راه بگردانیدیم آنها هم به سوی ما آمدند، نوک نیزه آنها مانند مگس عسل و پرچم آنان مانند بال مرغان بود، به جانب کوه شتافتیم، ما پیشتر رسیدیم از ایشان و حسین فرمود خیمه و خرگاه برافراشتند، با آن مردم که نزدیک 1000 سوار بودند با حر بن یزید ریاهی می آمدند تا در مقابل ما بایستند در گرمای نیمروز، حسین و اصحاب او امامه بر سر بسته و شمشیر حمایل کرده ایستاده بودند در مقابل لشکر، حسین به یاران فرمود این جماعت را آب دهید، مردان را سیراب کنید و اسوان را اندکی تشنگی بنشانید، چون این کردند کاسه و تشت می آوردند و از آب پر می کردند، علی ابن محاربی گوید آن روز با هر بودم و آخر همه آمدم، چون حسین تشنگی من و اسب مرا دید فرمود شتر را بخوابان، خود برخواست و مشک را بگردانید، آب نوشیدم و اسب مرا سیراب گردانید، و هر همچنان در پیش حسین ایستاده بود تا هنگام نماز ظهر شد، حسین علیه السلام حجاج ابن مسروق را فرمود از آن بگوید، از آن بگفت و هنگام اقامه حسین بیرون آمد با ازار و ردا و نعله، خدای را سپاس گفت و ستایش کرد، آنگاه گفت ای مردم
من نزد شما نیامدم تا وقتی که نامه های شما به من رسید و فرستادگان شما آمدند که نزد ما آی، ما امامی نداریم. شاید به سبب تو خداوند ما را بر ثواب و حق جمع کند. اگر بر همان عهد و پیمان استوار هستید، باز نمایید که مایه اطمینان من باشد، و اگر نه بر آن عهد نیستید که بودید، آمدن مرا ناخوش می‌دارید. هیچ کلمه‌ای در جواب نگفت. پس مؤذن را فرمود اقامه گو. او اقامه نماز گفت. به هر گفت می‌خواهی با اصحاب خود نماز گذاری؟ گفت نه، بلکه تو نماز گذار و ما هم با تو نماز می‌گذاریم. حسین نماز گذار و آنان نیز اقتدا کردند. هر گفت ما را فرمودند چون تو را دیدیم از تو جدا نشویم تا تو را نزد عبید الله ابن زیاد به کوفه بریم. حسین گفت مرگ به تو نزدیکتر است از این. آنگاه اصحاب خود را فرمود سوار شویم. سوار شدند و به ایستاد تا زمان هم زنان هم سوار شدند و اصحاب را گفت بازگردیم. چون خواستند بازگردند آن مردم بر او راه گرفتند. حسین گفت ای هر، مادرت به عزای تو بنشیند، چه میخواهی؟ هر گفت اگر دیگری از عرب این کلمه را با من گفته بود، در مثل این حالت نام مادر او را میبردم، هر که باشد، ولی نام مادر تو نتوان برد مگر به بهترین وجه. حسین گفت چه میخواهی؟ هر گفت میخواهم تو را نزد عبید الله برم. امام گفت به خدا قسم با تو نیایم. هر گفت به خدا قسم تو را رها نکنم. سه بار سخن تکرار کردند. چون گفتگو دراز شد، هر گفت مرا به قتال امر نکردند. همین اندازه مأمورم از تو جدا نشوم تا به کوفه ات ببرم. اکنون که از کوفه آمدن عباداری، راهی برگزین که نه به کوفه روی و نه به مدینه بازگردی. و این راه طریق عدالت است میان من و تو، تا من به امیر نامه نویسم و تو نیز نامه به یزید یا عبید الله فرستی. شاید خداوند امری پیش آورد که من بیگزند برهم و مبتلا به کار تو نشوم. حسین از راه عزیب و قادسیه به جانب چند عچب انان تافت و هر با همراهان با وی رفتند. حسین در ذوحسن برخاست و سپاس خدای بگفت و او را ستایش کرد. آنگاه گفت کاری پیش آمد که میبینید و دنیا دگرگون شد. نماند از آن مگر تهمانده ای مانند آن آب که در بن ظرفی بماند و دور ریزند، و زندگی پست و خاری مانند چراگاه ناگوار. نمی بینید به حق عمل نمی شود و از باطل اجتناب نمی گردد. مؤمن را باید حق جوی و راغب لقای پروردگار بود. و مرگ را من جز سعادت شهادت نبینم، و زندگانی با ستمکاران را غیر سطوح و رنجش دل ندارم. زهیر ابن قیم برخاست، خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و گفت ای پسر رسول خدا، خدایت راه نما باد بخیر. گفتار تو را شنیدیم. به خدا سوگند که اگر دنیا جاویدان بماند و ما جاویدان در آن بمانیم، تنها برای یاری و مواسات تو از جهان مفارقت کنیم، باز بیرون شدن از دنیا را با تو بر ماندن در دنیای بی تو ترجیح میدهیم. پس حسین او را دعا کرد و پاسخی نیکو داد. هر پیوسته همراه حسین میرفت و با او میگفت از برای خدا جان خیش را پاس دار، که من یقین دارم اگر قتال کنی کشته میشوی. حسین به او گفت آیا مرا از مرگ میترسانی؟ و آیا اگر مرا بکشی دیگر مرگ از شما میگذرد؟ و چون هر این بشنید از او دورتر شد و با همراهان خود از یک سوی میرفت و حسین در ناحیتی دیگر. عقبت ابن سمعان گفت ساعتی رفتیم، حسین را همچنان که بر اسب نشسته بود خوابی سبک بگرفت. لحظه ای بغنود و بیدار شد و گفت انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین. این سخن را سه بار تکرار فرمود. فرزندش علی ابن حسین که هم بر اسبی سوار بود روی بدو کرد و گفت چرا حمد خدای گفتی و استرجاع کردی؟ گفت خواب مرا در رو بود، اسب سواری پیش روی من نمودار شد. می گفت این قوم می روند و مرگ آنها را می برد. دانستم که خبر مرگ ما را به ما می دهند. پسر گفت ای پدر، آیا ما بر حق نیستیم؟ گفت چرا، سوگند به آن خدا که بازگشت بندگان سوی اوست، ما بر حق بیم. چون بامداد شد حسین فرود آمد و نماز صبح بگذار و زود سوار شد و با اصحاب خود راه دست چپ گرفت. هرچه حسین میخواست اصحاب را پراکنده سازد، هر می آمد و نمیگذاشت. همان هنگام قاصد عبید الله رسید.
نامه ای داد. در آن نوشته بود: همان هنگام که نامه من به تو رسید و رسول من نزد تو آمد، حسین را نگاه دار و تنگ گیر بر او و او را فرود میاور مگر در بیابان بی سنگر، بی پناه و بی آب. و فرستاده خود را فرمودم از تو جدا نشود تا خبر انجام دادن فرمان من را بیاورد. پرچون نامه بخوان با اصحاب حسین گفت: این نامه عبیدالله است. مرا فرموده در هر جا نامه او به دست من رسد شما را باز دارم و این رسول اوست. از من جدا نمی شود تا فرمان او را درباره شما به انجام رسانم. پر حسین و اصحاب او را سخت گرفته بود که فرود آیند در همان مکان بی آب و آبادی. حسین گفت: وای بر تو، بگذار در این جای دیگری فرود آیند. پر گفت: نه، قسم به خدا نمیتوانم، این مرد را بر من جاسوس کردند. فرمود: این زمین چه نام دارد؟ گفتند: عقر. حسین گفت: خدایا به تو پناه میبرم از عقر. باز نام آن زمین را پرسید. گفتند: قاضریه. دوباره نام پرسید. نینوا. بار آخر پرسید: کربلا. حسین را آب در چشم بگردید. گفت: کربلا جای اندوه و رنج است. ام سلمه مرا خبر داد که جبریل نزد رسول خدا آمد و تو با من بودی، بگریستی. رسول خدا فرمود: پسر مرا رها کن، من تو را رها کردم. پیغمبر تو را بگرفت و در دامن نشانید. جبرئیل گفت: آیا او را دوست می‌داری؟ گفت: آری. گفت: امت تو او را می‌کشند و اگر خواهی خاک آن زمین را که بدانجا گشته می‌شود به تو بنمایم. فرمود: آری. پس جبرئیل بال را بالای زمین کربلا بکشود و آن زمین را به پیغمبر نمود. حسین آن خاک را ببویید و گفت: والله این همان خاک است که جبرئیل رسول خدا را به آن خبر داد و من در همین زمین کشته می‌شوم. آخر خود و همراهانش مقابل حسین فرود آمدند با هزار سوار. آنگاه نامه به ابو عبیدالله فرستاد که حسین در کربلا باز بار بکشود و رحم بیفتند. خداوند آسمان را محل صعود روح حسین قرار داد و به کربلا عطا نمود از خصوصیات ظاهری و معنوی افضل از آنچه به آسمان عطا نموده. آسمان معدن فیوز الهی است و کربلای حسین معدن فیوز ربانی. آسمان محل صعود دعا و استجابت آن است و حسین اسمش سبب استجابت دعاست. به سوی آسمان بالا می رود صدای مظلومین و از کربلا بالا رفت صدای آتش اهل بیت حسین. به سوی آسمان بالا می رود ناله یتیمان و گریه ایشان، پس به لرزه می آورد آن را و از کربلا بلند شد ناله یتیمان حسین و لرزاند خاکش را. آسمان در آن براق بود که پیامبر را به مقام قاب قوسین رسانید و کربلا در آن ذوالجلاله بود که حسین را به عرش رساند. آسمان معراج انبیاست و کربلا معراج ملائکه. آسمان و عرش در آن پیچیده صدای ملائکه به تسبیح و تهلیل، به تکبیر و تمهید و به اصناف قائمین و راکعین و ساجدین. و کربلا در آن پیچیده بود صدای صیحه بیکسان، ناله مظلومان، انین یتیمان و فریاد تشنگان. آسمان مسجد ملائکه است از برای حضرت آدم. کربلا مصلای ملائکه بر پیکر حسین. آسمان را خداوند سقف محفوظ قرار داد، کربلا را سقف حافظ قرار داد از برای کسی که به آن پناه برد. آسمان را خداوند مرفوع و بلند مرتبه قرار داد و کربلا را معین کرده که درجات متوسلین به آن را بلند گرداند. آسمان آب طهور نازل می نماید و حسین کسی است که باران به برکت او نازل می شود. در مقام استسقا باران به جهت او می بارد و زمین را سیراب می کند و نازل می شود به سبب او آبی که پاک می کند تمام گناهان را و خاموش می کند آتش جهنم را و آن عشق چشم گریه کنندگان است. آسمان محل ارزاق ظاهری بندگان است. کربلا معدن ارزاق معنوی. در آسمان عرش عظیم است و در کربلا زینت عرش عظیم. آسمان مسکن ملائکه است. کربلا محل آمد و شد ملائکه. آسمان جای بروج است و حسین صاحب بروج. خودش امام، پدرش امام، برادرش امام، اولادش همه امام.
در آسمان خانه ایست موسوم به زراب که مطاف ملائکه است. هر روز 70,000 ملک به آن طواف می کنند، دیگر نوبت به آنها نمی رسد. کربلا در آن ذریحی است، مبکر است 70,000 ملک به آن، همیشه هستند. هر روز 70,000 ملک دیگر نازل می شوند و دیگر نوبت به آنها نمی رسد. آسمان محل بهشت است، کربلا محل زینت بهشت، قطعه بهشت محل کسی که نور بهشت است. آسمان در آن جبرئیل است و جبرئیل در کربلا خادم است. آسمان محل آفتاب است و کربلا محل آفتابی است که کسوف کرد. آسمان در او ماه است، کربلا محل ماه منیر بنی هاشم. آسمان در آن جایگاهی است که سبب استجابت دعاست. در کربلا سر خضیب و صورت و بدن خونالود است که سبب استجابت دعاست. آسمان مشتمل است بر ستاره ها و کربلا مشتمل است بر نجوم اهل بیت و حسین مشتمل است بر 4,000 زخم که از ستاره افزون تر بود. آسمان در آن قطب و بنات و نعش است و کربلا محل قطب امامت و دخترانش دور نعش او حیران سرگردان. دلم هوای حرم کرده است میدانی، دلم هوای دو رکعت نماز بالاست. صلوات بلند.